دهم اکتبر، روز جهانی منع اعدام. اولین بار در سال 2003 یک کنوانسیون و مجمع حقوقی روز 10 اکتبر را به عنوان روز جهانی علیه حکم اعدام اعلام کردند. در این میان کشورهای پرتغال، فرانسه، کانادا، ایتالیا، مکزیک، قبرس، السالوادور، بلژیک و کمیسیون حقوق بشر کشورهای آفریقایی و اتحادیه اروپا از این ابتکار پشتیبانی به عمل آوردند. از آن تاریخ به بعد روز 10 اکتبر هر سال به همین منظور تظاهرات، مراسم و جلسات مختلفی در سراسر دنیا برگزار می شود. یکی از اهداف برگزاری مراسم و تظاهرات در این روز تشویق افکار عمومی و دولت‌ها برای منع اعدام می باشد. مدافعان لغو اعدام معتقدند احتمال اینکه مجازات اعدام شامل افراد بیگناه شود همواره وجود دارد. نمونه هایی از این مورد بارها حتی در کشورهای پیشرفته ای مانند ایالات متحده نیز دیده شده است. سیستم های قضایی در کشورها مصون از خطا نمی باشند و مجازات اعدام برخلاف حکم زندان بازگشت پذیر و قابل جبران نخواهد بود. مجازات اعدام ناقض اصل پایه‌ای حقوق بشر یعنی حق حیات است. مطالعات نشان می دهد که فقرا، اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی و مخالفین سیاسی بیش از سایرین در معرض مجازات اعدام قرار دارند. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که مجازات اعدام در کشورهایی که آن را اجرا می‌کنند، نقش مؤثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه نداشته است. مجازات اعدام اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند، ولی متاسفانه هنوز 58 کشور در جهان وجود دارند که حکم اعدام در آنها صادر و اجرا می شود. چین که دارای بالاترین رقم حکم اعدام در جهان است، در مقایسه نسبی جمعیت در مقام دوم پس از ایران قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها که ایران در رأس آنها قرار دارد، حکم اعدام در دادگاه‌های ناصالح و بر اساس اعترافاتی صادر می‌شود که زیر شکنجه گرفته شده‌اند. تو رو نمی‌بخشم. تو الان گفتم می‌بخشم اگر بچه‌ام بخشیده. نمی‌بخشم. نمی‌بخشم. نمی‌تونم. شما ندیدید ریحانه منو امروز آخه این بره بود تب داشت بچه من. با وجود در دست نبودن آمار دقیق، تعداد اعدام‌ها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بسا بیشتر از 100,000 نفر تخمین زده می شود. این اعدام‌ها از مسئولین و افسران نظام گذشته شروع شده و با اعدام فعالین اقلیت‌های قومی، اعضای اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های سیاسی ادامه یافته است. اوج این اعدام‌ها را می‌توان در دهه 60 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 دید که از بزرگترین فجایع نقض حقوق بشر در تاریخ کشورهای جهان به شمار می‌رود. تنها در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از 3,000 نفر در ایران اعدام شدند. این اعدام‌ها با اعتراضات مجامع حقوق بشری مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد روبرو شد. حکومت ایران جهت ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه به عنوان ابزاری برای سرکوب به طور گسترده از اعدام در ملأ عام استفاده می کند. با وجود ادامه اعدام در ایران، اما نمونه هایی از اقدام برخی خانواده های قربانیان جنایت در صرف نظر کردن از اعدام متهمین به قتل بستگانشان بسیار شایان توجه بوده و نوید دهنده حرکت به سمت الغای مجازات اعدام است. مجازاتی که جوانان ایران بیش از هر قشر دیگر
قربانی اصلی آن بودند.